در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس دو روزه هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی در سئول منتشر شد، نسبت به پتانسیل هوش مصنوعی برای تسریع در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داده شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سران جهان در سئول خواستار کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی شدند. در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس دو روزه هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی در سئول منتشر شد، نسبت به پتانسیل هوش مصنوعی برای تسریع در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داده شد. یک اجلاس جهانی در سئول بر لزوم کنترل انسانی بر هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی تأکید کرد. شرکت کنندگان در این اجلاس بر لزوم جلوگیری از استفاده هوش مصنوعی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کردند. این اجلاس تحت عنوان هوش مصنوعی مسئول و پاسخگو در حوزه نظامی با حضور نمایندگانی از بیش از 90 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و چین و همچنین حدود 2000 مقام دولتی و کارشناس برگزار شد. بیانیه‌ای که در پایان این نشست دو روزه در پایتخت سئول منتشر شد، همچنین نسبت به احتمال کمک هوش مصنوعی به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داد. بیانیه پایانی این اجلاس با عنوان طرح اقدام بر لزوم مشارکت مناسب انسانی در توسعه، استقرار و استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی تأکید کرد. این بیانیه بر اهمیت قضاوت و کنترل انسانی در استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی برای اعمال زور اشاره کرد. در این بیانیه آمده است: ما بر لزوم جلوگیری از استفاده فناوری‌های هوش مصنوعی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تأکید می‌کنیم. این بیانیه بر اهمیت قضاوت و کنترل انسانی بر استفاده از نیرو در سیستم‌های هوش مصنوعی تأکید کرد. در این اجلاس همچنین تأکید شد که هوش مصنوعی باید در راستای حمایت از تلاش‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات به کار گرفته شود و نه مانعی در این مسیر. همراه هستیم با آقای سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، به عنوان فردی که تجربه نظامی و حضور در جنگ دارید و همچنین با تکنولوژی های روز آشنا هستید، بفرمایید اگر روزی هوش مصنوعی بدون کنترل و نظارت در اختیار جنگ قرار گیرد، چه بر سر دنیا و بشر خواهد آمد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و بینندگان محترم این بخش خبری و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. ببینید، من برگردم به تعریفی از مرحوم سبزواری در خصوص فکر که حدود 100 سال پیش گفته شده، که می‌فرمان الفکر و حرکتون الی المبادی و من المبادی الی المراد. یعنی فکر حرکتیه به سوی داده ها، یعنی در حقیقت اون آموخته هایی که ناشی از دانش و تجربه است، و از داده ها به سمت نتیجه گیری خواسته ها. هوش مصنوعی یا به طور مخفف AI در همین جهته. ببینید، هوش مصنوعی با کاربردهای مختلفی که در دنیا پیدا کرده، اقیانوس خیلی وسیعیه که با توجه به اطلاعات کمی که از این مقوله در بحث نظامی هست و معمولاً به صورت سری پیگیری میشه، من مطالبی رو خدمتون عرض کنم. این گونه کنفرانس ها و گرد همایی ها معمولاً چند منظور است. برگزار کنندگان، خواهش میکنم به موضوع اگر دقت بشه بینندگان عزیز، برگزار کنندگان به دنبال اثبات مالکیت و یا اونر بودنشون هستن. پشت پرده به دنبال اثبات حاکمیت خودشون بر این موضوع هست. من مثالی رو بزنم. آژانس انرژی اتمی برای دستیابی قدرت‌های هسته‌ای و تولید انبوه این سلاح‌ها به فکر حاکمیت و جلوگیری از سایر کشورهای دنیا به این پیشرفت چند منظور افتادن و آژانس رو ابداع کردن. در رابطه با هوش مصنوعی هم با عنایت به مطالبی که عرض کردم، این کنفرانس به احتمال زیاد توسط همین توسعه دهندگان و پیشرفت در حقیقت
پیشرفتگان هوش مصنوعی این کنفرانس رو از جمله آمریکا و چین سازماندهی کردن. همونطوری که چند روز پیش در بیانات رهبری جمهوری اسلامی هم اشاره ای به این موضوع شد، مقدمه به وجود آوردن چنین آژانسی برای محدود کردن و جلوگیری از دستیابی بقیه کشورها به این تکنولوژی که همانند بمبی منفجر شده و تمام ارکان زندگی انسانها رو تحت شعاع قرار داده. بله. من خواهش میکنم یک مطلب ایرم عرض کنم، چون مقوله هوش مصنوعی بسیار پیشرفته است، معمولا 4 تا تقسیم بندی رو من با توجه به نظرات صاحب نظران هوش مصنوعی انجام میدم که فکر میکنم نتیجه گیری آخری ما رو به این مقصود برسونه. هوش مصنوعی به صورت معمولی که نوع اوله و ما معمولا تو کاربردهای معمولی زندگی تو بعضی کارهای پیش با افتاده ازش بهره برداری میکنم، مثل بازی خاص شطرنج. نوع دوم حافظه محدودی دارن که معمولا پیشرفته تر هستن، با حافظه و ناشی از تجربیات قبلی برای استفاده از داده ها استفاده میشه، همین ماشین های دنده اتومات یا خودرانی که شما میبینید. نوع سوم در حقیقت نوع تئوری ذهنیه که معمولا تو روانشناسی استفاده میشه و قادره که احساسات انسانها رو تجزیه تحلیل کنه. و نوع چهارم که موضوع مهم منه، هوش مصنوعی به خودآگاهی برسه و بفهمه که چطور داره کار میکنه، و اون موقع است که حالا بعضی از فیلم ها و در حقیقت فیلم های سینمایی که ساخته شده که دنیا رو در دست میگیرن و نقش اصلی رو بازی میکنن و انسان ها و دنیا رو تحت سلطه قرار میدن، احتمال داره که این کشورها به خصوص آمریکا و چین، و من روی آمریکا تاکید میکنم که تقریبا حدود 50 سالی از تکنولوژی اروپا، آسیا و سایر قاره های دنیا جلوتر هست، احتمال زیاد به این مرحله خودآگاهی در هوش مصنوعی رسیدن. بله. که میتونن خیلی از کارها رو انجام بدن و سرمایه گذاری بالا و در حقیقت افراد متخصص رو میطلبه که تو این کنفرانس ها نخبه ها رو هم شناسایی میکنن. بله. من فکر میکنم تقریبا تونستم یه اشاره بکنم و خواهشم اینه که این قسمت آخر در حقیقت بعد از شناسایی نخبگان، دخالات موجودهای نادیدنی و انرژی های بالا و احتمالا فرازمینی رو هم تو این زمینه باید در نظر گرفت. بله، سپاس از شما. ممنونم از حضورتون در برنامه. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.